وضعیت بی سرنوشتی و سفر نامعلوم پناهندگان و پناهجویان افغانستان در اندونزیا شهر جاکارتا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی. بعد از مدت ها فرصت فراهم شد رفتم به دیدن پناهندگان و پناهجویان افغانستان در شهر جاکارتا در کنار دفتر مرکزی سازمان عالی برای پناهندگان. در آنجا باید زن پیر سر خوردم و از او جویای احوال شدم. از وضعیت ایشان پرسیدم، او هم از وضعیت من پرسید و من در مورد خودم برایش تعریف کردم. ایشان مثل یک مادر افغانستانی فوری دست به دعا شد، خدا شما نسل جوان را از این بدبختی و بی سرنوشتی نجات دهد، و همچنان دعا می کرد که خدا ما و شما را از این فلاکت و بی پناهی نجات دهد. وی می گفت سالها قبل پسرش از ناامنی افغانستان فرار کرده و به اندونزیا پناه آورده است. او گفت وقتی دیدم ناامنی افغانستان ادامه پیدا می کند و پذیرش پناهندگی هم دوران شده است، دیگر تحمل دور بودن از پسرم را نداشتم. از 1.5 سال قبل با پسرم در اندونزیا یک جا شدم. مدت 8 ماه می شود در کنار دفتر سازمان عالی برای پناهندگان در روی سرک زندگی می کنم. ادامه این مطلب. از او پرسیدم آیا سازمان تا هنوز با او تماس گرفته و یا وعده کمک برایشان داده است؟ گفت امیدوارم چنین شود. از داستان بی سرنوشتی و بی پناهی پسرش گفت سالها را تنها زندگی کردم و از یگانه پسرم دور بودم. نمیدانستم وضعیت این گونه بوده که فعلا با چشمان خودم میبینم و هر روز تجربه میکنم. کمی از سختی های روزگار گفت، اما تمام شکایتش از ناامنی و جنگ افغانستان بود. وی می گفت اگر ما کشور امن و سرزمین بدون جنگ می داشتیم، هیچ وقت خود را به این روزهای سخت دچار نمی کردیم. هیچ وقت نمی خواستیم در اندونزیا در کنار دفتر سازمان عالی برای پناهندگان در روی سرک زندگی کنیم. افسردگی و ناراحتی در چهره فرسوده و غم‌زده اش هویدا بود. در آن شب او می خواست اندوه و غم درونش را با من شریک سازد. فیلمی از سخنان غمگین و دل پردردش گرفتم، اما زمانی که سر وی آمد با ناراحتی گفت چرا فیلمی از مادرم گرفتی؟ حذفش کن. همه شما می آید برای منفعت خود از ما فیلم می گیرید و به کانال ها و شبکه های خبریتون برای پر کردن ساعت کاریتون نشر می کنید، اما هیچ تأثیر بر زندگی فراکت بار ما نمی کند. از من جدی خواست که در جلوی چشمش فیلم گرفته شده را حذف کنم. هرچی مادرش اظهار می کرد بگذار، من فقط درد دلم را با این شخص شریک کردم. اما پسرش قانع نشد. من فیلم سخنان فرغم و غصه زن پیر را به ناچار حذف کردم تا از ناراحتی پسرش کاسته شود. از کنار زن پیر و پسرش برخواستم کنار جوانان پر از درد و بی سرنوشت که هدفهای همهشون نقش براب شده است. هر کلام از 3 تا 11 سال در اندونزیا زندگیشان را بدون درس، تحصیل و همچنان بدون کدام فعالیت مشخص سپری کردند. لحظه کنار آنها نشستم، همهشان می گفتند ما هاست در انتظار تماس از سوی دفتر سازمان عالی پناهندگان هستند. تعداد زیادشان از 3 ماه تا 1 سال و بیشتر از 1 سال را در کنار دفتر سازمان عالی پناهندگان یا UNHCR زندگیشان را سپری کردند و در انتظار تماس برای دریافت کمک از سوی آن دفتر هستند و در روی سرک زندگی شب و روزشان را می‌گذرانند. کسانی که در مدت 3 تا 6 ماه کمک دریافت می‌کنند، آنها خودشان را خوشبخت احساس می‌کنند و می‌گویند لااقل دیگر در انتظار غذای شب یا ظهر نمی‌شینند. تیکی‌ها برایشان غذا خواهند آورد. مقدار غذای خیابانی را گرفته بودم و آنها تقدیم کردند.
یکی از آن جوانان می گفت گوزهای زیادی شده که در 24 ساعت یک بعدا غذا خورده است و می گفت بعضی روزها مؤسسات خیریه اندونزیایی برای ما یک بعدا غذا می آورند و بعضی روزها نمی آورند و گاهن آبران از این محل که می گذرند تعدادشان از سر دلسوزی غذاهای خیابانی و گاه غذاهای تهیه شده برای ما می آورند. آن جوانان می گفتند از زمانی که کرونا اوج گرفته است مقدار کمک هایی که از طرف دوستان و فامیل‌هایشان دریافت می‌کردند قطع و فعلا از هیچ کس و نهاد کمک مالی کمک غذای سالم و دوامدار را دریافت نمی‌کنند. از همین رو به ناچار آمدیم در کنار دفتر سازمان زندگی بخورنمی را می‌گذرانیم. آنها می‌گفتند ما راهی برای برگشت نداریم و بعضی هایشان می‌گفتند هیچ کسی را ندارم تا از آنها تقاضای کمک کند. یکی از آنها می گفت یک سال و پنج ماه می شود در اینجا زندگی می کنم اما سازمان تا هنوز برای من هیچ کمکی در نظر نگرفته است. من فقط به غذاهایی که خیرین در اینجا می آورند زندگی خودم را می گذرانم. در آنجا نه تنها جوانان و آن پیرزن زندگیشان را سپری می کردند بلکه تعدادی از فامیل هایی که دچار مشکلات اقتصادی شده اند آنها نیز برای دریافت کمک در کنار دفتر سازمان عالی برای پناهندگان برای مدت طولانی در روی سرک شب و روز زندگیشان را سپری می کنند. فرزندانشان بدون تعلیم و آموزش مشقت ها و سختی های روزگار را با گوشت پوستشان حس و تحمل می کنند. فامیل های زیادی آنجا بودند می گفتند از سوی دفتر سازمان برای دریافت کمک یک و یا دو بار مصاحبه شده اند ولی تا هنوز نتیجه مصاحبه شان را دریافت نکردند. با ناراحتی می گفتند خدایا تا چه وقت ما در روی سرک با زن و فرزن ما این مشکلات که کرونا هم اضافه شده است بدون سرپناه، بدون غذای سالم و بدون محل سالم زندگی خود را اینجا سپری کنیم. اما یک تعداد از آنها می گفتند روزانه افراد زیادی اینجا می آیند از ما دیدن می کنند و کمتر کسی هستند بنشینند و در دل ما گوش دهند و ما را در بیرون رفت از این بی سرپناهی و بی غذایی کمک و یا در راه حل این چالش ها یاری کنند. این بود چشم دیدهای من. اما آن جوانان اجازه تصویر و فیلم برداری را ندادند. آنها برای من می گفت از بس که فیلم و تصویرهای زیادی از ما گرفته شده اند خسته شده و برای من آدرس تلویزیون های اندونزیایی رو می دادن. اگر خواستی مطلبی در مورد ما بنویسی و نشر کنی از منابع آنها استفاده کنی. امیدوارم دریچه خوشی برای این پناهندگان و پناهجویان در اندونزیا گشوده شود و از این بی سرنوشتی و بی مکانی بیرون شود. توجه و همراهی شما سپاس گذارم. شاد و موفق باشید.